با سلام و درود بیننده عزیز خبری رسیده که فرمانده کل ارتش اوکراین مفقود شده در اونجا دیگه کال جنگ در حال باخته شدن از آخرین ماهای خود میگذرانن فرمانده جنگ شاید رفتن به اعتکاف مقام روسیه گفته که ناتو تصمیم به اعزام نیرو به جنگ اوکراین داره این بار رسمی گفتن ایگر. و روسیه باز هم گفته که امریکا باز در صورت نمیتونه که خود پشت اقیانوس ها پنهان بکنه این سرخط ایسی از میدان جنگ اوکراین در پولن وضعیت نیرای مسلح اوکراین به صلاح در استقامت پوپروفسکی فاجعه آمیز خانده شده در مقامات لهستان گفتن که خط دفاعی در حال شکسته شدن است در پوکروفسک وال جورنال با تازگی نوشته است در صورتی که به اوکراین اجازه داده شود که از موشک های دوربرد انگلیسی امریکایی یا فرانسوی برای حمله به عمق روسیه استفاده شود ممکن است روسیه تصمیم بگیره گروه انصار الله یمنه با جدیدترین سلاح های مخرب و حراسانگیز تجهیز بکنه ایر مقامات امریکایی و وال استریت جورنال گفتن و البته بدون مقامات امریکایی بگوین ایر خود پوتین هم گفته بود که ما بعدا و کسانی که شما را میکوبن سلاحای میدیم که شما هرگز جان به سلامت نبرید حالا کم کم امکان حال اوکراین به دنبال فرمانده کل سرسکی گم شده اوکراین نگران ناپدید شدن فرمانده ارشد است اولگ سوسکین مشاور سابق لیونید کوچما رئیس جمهور سابق او گفت: ناپدید شدن فرمانده کل الکساندر سیریسکی مایه نگرانی است به گزارش یک پورتال خبری بزرگ روسی موسوم به لنتا .ru. سوسکین گفته که جنرال به دنبال عقب نشینی های سربازان اوکراینی در کورسک از انظار عمومی ناپدید شده او گفته که روسیه خط مقدم شکسته در حالی که زلنسکی رئیس جمهوری ادمینان میده که همه چیز طبق برنامه پیش میره فرموده کل جنگ میگه که خط شکسته خلاص است خب بعدش چی؟ زلنسکی چی میکنه؟ اولکسوسکین میگه که سوال پیش میاد که نقش زلینسکی زلنز... پس چی است سرسکی خو رفت و گفت که همه چیز در سقوط است دائما در تماس بود آل تماس خود قطع کرده فرمانده عمومی جنگ با جبهات فرم... اه... تماسش قطع است این نشانه یک وضعیت بسیار بد است یعنی آخرین صحنه را نشان میده چند روز بعد از سفر پوتین در یا سالار را رئیس کمیته نظامی ناتو در 8 سپتامبر وارد مغولستان شد اول پوتین رفت در مغولستان حال رابایر رئیس کمیته نظامی ناتو آل دو رئیس ستاد کل ارتش سرلشکر گان بیان با سونرو هم از ناتو گفته برای البته بره از مغولستان برای بحث در مورد مسائل نوسازی ارتش مغولستان با وزیر امور خارجه و سرتیب دور چپالام گانخویاک و اینا هم میشان با یادم ملاقات کردن ای که در یاسالا را باید و ادای نرمتر و چربتر نسبت به پوتین بر از اون معلوم نیست اما به نظر نمی رسد که مموریت رابایر موفقانه باشه. چرا؟ این طرف چین است، ای طرف روسیه است مغولستان هیچ وقت خود در بینوان یک نقطه آسیب پذیر بین دو قدرت همسایه قرار نمیده سربستان خدمت سربازی اجرا... اجباری میشه چرا؟ رئیس جمهور سربستان ووچیچ میگه که ما در یک جهان زندگی میکنیم که دیگه همه ارزش ها زیر پای میشه هرگز در مورد ارزش تا این حد مردم نگران نبوده هرگز ارزش ها به این حد پایمال نشده ما در دنیا زندگی میکنیم که همه انتظار پیروزی و سرنگونی دیگر را دارن بنان یک راه داره که ما بفا... چون به فاجعه نزدیک میشیم دیر یا زود خدمت سربازی اجباری باشه فقط جنگ هر کس مرد از خود دفاع کنه چقدر عجیب است این خبر رئیس جمهور یک کشور مجبور میشه به این توی رو بزنه روزنامه آیندلی که ترکیه که پیشتر اخبار در بر روابط کیف با تروریستای حیات تحریر شام در سوریه نشر کرده بود حال گزارش داده که تصاویری از این مذاکرات مای جونه که در ادلب سوریه بین مقامات اوکراین و حیات تحریر شام صورت گرفته ما در اختیار داریم در پای گزارش اونا به بر برخی تصاویر دیدار اوکراینی ها و اعضای حیات تحریر شام اونا اشاره کرده بودن گفتن فعلا موجود است این فیلم در ماه جون در ادلب فیلم شده و این روزنامه آیدن لیک نوشته که حیسم آمری رهبر شام در 18 جون یا جون 2024 در اطلب دیدارهای داشت خب اونا رو پول میده و اونا جنگجو میارن جنگو کرایی خب به این ترتیب خب البته در اوکراین کمبود نیروی انسانی کمبود نیروی جنگی وجود داره قبلا هم گفته بودن ناتو حال در حال استفاده خب پول زیر خب اوکراین ناتو پول میتا خود اوکراین پول نداره در حال استخدام افرادگرایان و مزدوران در سراسر جهان است یعنی ناتو خیلی تو چرا ناتو نمیدموندی که یک یک تشکیلات اضافه ای تو که افرادگرایان از سراسر دنیا استفاده میکنی برای جنگ خیلی موجودیت خودت بخی اضافی نیست به خاطر از اینکه از تمامی جهان جمع میکنن تا به جان روسیه بیاندازن اما این خطرناک است به خاطر از اینکه ارتش های اسلامی انوز وارد جبهات جنگ اروپا نشدند. اگر شد اتا کار به حزب الله و حوسی ها و به دیگه گروه ها رسید که اروپا کاملا به یک جهنم تبدیل میشه بدون کدام اگر و مگر بازار روسی در منطقه کورس که عملیات کردن بسیار نگانی بوده یک قریره بنامه بسیار جای مهم است بنام لیو بی موفکا اونجا را گرفتن در, در اطراف شهرک جای پای باز کردن حملات اوکراینی را دفع کردن پیشروی از اینا در امی لیو بی موفکا این ادامه داره آزادسازی منطقه به کنترل کنترول شا بزرگ رای ریالز سودجا را در اختیار اینها قرار داده و آل در تدارکات نیروهای اوکراین یک اختلال و ایجاد شده است یعنی رایشان را میخوان قطع کنند نیروهای روسیه کنترول کامل اوکراینسک به دست گرفتن اوکراینسک منطقه است حدود 24 تا 25 کیلومتر با پوکروفسک فاصله داره 13 کیلومتر با کوراخوف فاصله داره در این نزدیکی تصرف اوکراینس بروس های امکان میده که یعنی تمامی تحرکات اوکراینی ها را ترازات و نظارت بکنن بر مسیرهای کلیدی خطوط تدارکاتیشان کنترل داشته باشن و بسیار خطرناک است چرا اینجا ارتفاعات مهمی هم داره کیرا تیروس نیرهای روسی اشغال کرده است یک سرهنگ بازنشسته امریکا به نام دانیل دیویس استراتژی غرب گفت که یک استراتژی سریلا و بسیار خطرناک است دیویس میگه که یک گزینه دیوانگی است که اینا پیش گرفتن در جنگ روسیا ای از اروپا خواسته که شما یک لحظه خود به جای روسیه قرار بدین اگر شما به جای روسیه میدونید چی میکردین این تصور بکنیم. ما با بق... خب با قلم رو شما ضربه میزنیم به خاطر از اینکه شما را ما دوست نداریم ای هم شده خود طرف میه خود تو را از, از چهار طرف میزنه عواقب ای اصرار بر جنگ میتونه فاجعه باشه. باشد و ای به نظر میرسه که اروپا به می نتیجه رسیده است که جنگ آ... اوکراین اروپا را چنان ضربی خواهد زد که باعث شورش های اجتماعی خواهد شد مثلا اقتصاد وقتی که بزنه دوچار مشکل میشه و خود اصل توسعه اروپا را به چالش میکشه سخنرانی معاون رئیس معاون وزارت دفاع روسیه فومین در مجمع امنیتی یک در یک شهر چین جنگشان در اون منطقه بوده این معاون وزیر دفاع روسیه گفته بعد از تاجم اوکراین و کورس عملیات ویژه عباد جدید پیدا کرده بود حال جنگ توری شده که ما داد در تمامی عباد ایره با تمام قدرت باید پیش ببریم و پیش برده میشه ناتو در حال برنامه ریزی بر اعزام نیروها به اوکراین است نکته اصلی که در سخنان فومین شنیده شد امید بود که ناتو آماده است okay, که با اوکراین قوا بفرستد شما چه فکر میکنین؟ این کار میتونن؟ شما شاید بگوید بله ناتو از نامش در سرش است اما فایدیش چیز یکی دیگه که روسیه مگر اینا رو میگذاره خب شاید بگوید که بله نمیگذاره چی از دستش میه اینا میزنن و هم میزنن و ناتو چ... چطور میکنه و چنان میکنه مردم ناتو هیچ جنگی رو نبرده اما افغانستان شرکت شما با ما بگویید ناتو کدام جنگ برده بازو هم در برابر روسیه آیا شما در تاریخ شاهدی داده میتوانید که علیه روسیه با این قدرت نظامی که داره اونا جنگ برده باشن یعنی عقبه تاریخی است چی میگن شما در این باره؟ خب بیاین یعنی آزمایش بکنن ای فومین گفته که آمریکا در, در اطراف شبه جزیره کوریا ت... اوزار رو تشدید کرده یعنی کوریا جنوبی رو و جان کوریا شمالی میاندازه ناممکن است البته گفته که فعالیت‌های های که منجر به درگیری به مثل اوکراین فکر نمیشه بخاطر از کره شمالی بسیار یک،, یک کشور تهاجمی است نمکن است خب اینی گپش این که تجربه امریکا در اوکراین آزمایش شده چه بده که آله به به منطقه او او آسیا و اوقیانوسیا این جنگ منتقل میکنن ما میگیم که ای جنگ منتقل میشه به افغانستان از امیجه رفت پس اینجا چرا اونجا نتیجه نداد آزمایش افغانستان دوباره به آزمایشش میارزه چرا همه چیز آماده است روزنامه لوموند فرانسه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گفته است که در فرانسه پس از سخنان پوتین در مورد از اینکه پیامدهای دخالت غرب میتونه جنگ بباره به خود اروپا جنگ سیام جهانی رو در بتاول مردم علی خود مقامات فرانسه به اصطلاح اعتراض کردن که شما نمیخویم جنگ کنیم جنگ جنگ ما با روسیه چرا چرا جنگ فرانسه چی رو گم کرده که با روسیه جنگ بجنگ. خب مردم این شعور اجتماعی است و در یک ابراز نظر تازه شل صدر ازم آلمان هم گفت که خب دادن امکانات به نیرای و اوکراین که مثلا اینا بتانان با عمق فدراسیون روسی حمله بکنن از نظر ما مشکل است ما این کار کرده نمیتونیم خود خب چند بار خودت گفتی یعنی شل در برین در گوگل یکان ده بار گفته که ما ایتو میکنیم هیتو میکنیم یعنی تو بگویی که شولز بعد از سخن خود یک روز بعد در پشت دروازه های مسکو است یعنی تو گپ میزد این حال میگه نه والا این مشکل است ما, ما اجازه ایتمینان نمیتیم ما اجازه ای کار نمیکنیم اجازه, ایج... اجازه نمیتیم که اوکراین چطور چکار شد چطور چطو شو, شو خاک روسیه رو بزنه ما در غم دیدین که دوباره از یک هفته به ای طرف پشت اوکراین اینا خالی کردن بله از 3 سه سال پیش امی بود من جنگ تا این ای لحظه آوردن آزمایش کردن نشد آناتولی انتونوف سفیر روسیه در امریکا گفته است که ما صد بار گفتیم که یک جنگ هستهی بین کشورهای هستهی وجود نداره جنگ هستهی چیز یک برنده امنیست نیست میخواه بگوید که با بدون جنگ هستهی به حساب شما میرسید منظور از در پشت گفت بشه میگه یک توهم وجود داره که اگه درگیری رخ بده و قلم رای امریکا سرایت نمیکنه جنگ چطور نمیکنه امریکا نمیتونه خود پشت آبای و قیانوس پنهان بکنه از گیر افغانستان میکنه که افغانستان دستش به جای نمیرسد نه؟ از گیر روسیه مگر میشه از گیر چین بسیار یک گفت دقیق زده انتونوف و گفته که بایی لفاظی ها خود مشغول نکنین و خبر آخری که تعمل برانگیز است این با بزرگترین تامین کننده اسلحه به هرمانستان تبدیل شده خوی هرمانستان یعنی چی گم کده؟ یعنی تو بازی هست به نظر شما این چرا هرمانستان بسیار تامین میکنه از نظر اسلحه ها سال هاست حتی سامان های دفاع هوایی اکاش به عنوان بخش از مشارکت دفاعی دو میلیارد دلاری بر از اینا داده چرا؟ به خاطر از که هند از دنیای ترک و پاکستانی که متحد هستند بسیار نفرت داره از نظر تاریخی اینا رو نمیمونه در حول هوش منطقه به صلاح دامن خدا پهن بکنن و خاطر ارمنستان رو با قدرت تامین میکنن تا اینجا حضور خدا نشان بده و تمامی برنامه هایی که ترکیه و این حوزه ترک میخواه برای خود جور بکنه از طریق ارمنستان خونسایش بکنه هند تاریخ هنده که ببینیم بسا با جوابی سال پیدا میشه چرخش ارمنستان به طرف هند شاندنده ایست دور شدن از اتکای سنتیش و روسیه است به این ترتیب بحث ارمنستان همچنان بین هند بین ایران بسیار بحث حساس است چون بحث قفقاز جنوبی است هنوز حال همه کشورها سرگرم جمعوری از هستن سلاکوت پر کرده میرن وقتی که پر شد باز ما شما خواهد دیدیم چه اتفاق میفته